حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. منگلای من سلام. این ایام سوگواری رو به تک تک شما عزیزان من تسلیت میگیم. انشالله که شما آرزومندا، شما نیازمندای نور الهی، که میشه گفت هممون نیازمندیم نازنینای من. انشالله که پروردگارم کمک کنه به آرزوهاتون برسیم. خیلیاتون برامون زنگ زدین، تماس گرفتین و راجب کفتری که نازنینای من ظهر عاشورا قرار پرواز بدن در مسجد سوال میکنید و همتون هم میگید اسم ما رو بنویس. عزیزای من، نازنینای من، این کفترا رو گذاشتیم برای عزیزانی که واقعا برنامه علمی عبادی رو میشناسن و طبیعتا هزینه ای رو میپردازن، به این دلیل که برای دختر و پسرایی که نازنینای من از پرورشگاه، عزیزای من 18 سالشون شده، دارن بیرون شما خیلی راحت و ساده براتون بگیم دارن بیرونشون میکنن. نه اینکه نازنینای من میگن دیگه ما مسئولیتی نداریم و انشالله متوجه باشین. و کمک برای بچه های خیابونیه، برای عزیزانی که در خونه سالمندا نگهداری میشن. امیدوارم که بدونین حرکتی که برای این کفترا انجام میشه، عبادتایی که برای اونها هست. نازنینای من، درباره این کفترا یه مقداری برای شما عزیزا عنوان کنیم، بگیم که شما نازنینا خیلی راحت متوجه باشین که اصلا این کفترا توی میشه گفت کانادا، هممون میدونیم کشور سردیه، و چگونه راستی این کفترا میتونن زندگی کنن، زنده بمونن. عزیزای من، گلای من، هر کدوم شما عزیزا که میگین کفتر برامون روز ظهر عاشورا برامون به آسمون بره، برای مدت 7 ساعت کفترا کاملا دور دیدن نازنینای من و کفترا میرن باز هم برمیگردن به مسجد. و کفترا عزیزم، اسمی رو که گفتین بپاشه و برای شما عزیزا به مدت 7 روز عبادت‌های کوتاه انجام میشه. پس اینو بدونید نازنینای من، برای اینکه ما این کفترا رو بتونیم اجازه‌ش رو بگیریم، جای این هستش که از آقای سلطانی که جز به کسانی بودن که در خونه‌شون نازنین من گنجینه پیدا شد، به این دلیل که این برادر عزیزمون همش میگفت توی خونه هم سر و صداهاییه و من عذاب میدادن. نازنینای من، آقای سلطانی زحمت کشیدن، تلاش بسیاری کردن، کارهای اداری نازنینای من به دنبالش رفتن. باور بفرمایید اینجا هم انرژی میخواد، نیرو میخواد، و آقای سلطانی زحمت کشیدن اجازه اینو که قول دادیم به دولت اینجا، به این دلیل که دوستان دارن حیوانا رو زندانی کنیم. و نازنینای من، این کفترا به نفع احسن در اتاقکی که مخصوص مسجد قدرت پنهان هست، مطمئن باشین جاشون نرم، گرم، راحت و خیلی خوب دارن زندگی میکنن. خدا رو شکر میکنیم. و بعضی از عزیزانمون، نازنینای من، عزیزانی که تو این کشورها زندگی میکنن میدونن به این دلیلی که کفترا رو نگه میداریم، البته من نگهداری نمیکنم، امیدوارم اینو متوجه باشین، خیلی از عزیزانمون میگن به این نیت که انشاءالله با نور الهی، با لطف پروردگار، وقتی ظهر عاشورا این کفترا رو به پرواز میدن برامون در مسجد، نازنینای من، خیلی از عزیزان آرزومندمون میگن ما نیت میکنیم که انشاءالله صاحب فرزند بشیم و تولید نسل از این کفترهایی که، البته اینا رو عرض کنم خدمتون، تمام این کفترهایی که از آقای سلطانی زحمت کشتن تا حتی اجازه‌ش رو از دولت اینجا گرفتن برای مسجد، عزیزای من، نازنینای من،
این چنینه که این کفترها در همون مسجد هم به دنیا اومدن. یعنی این امیدوارم که اینو مشخص باشه برای شما عزیزا و بدونین که واقعا وقتی برنامه علم عبادی رو نازنینم راجع به این صحبت میکنی دلمون میخواد کاملا بشناسی، بدونی و اون موقع تصمیم بگیری. و خیلی از آرزومندامون میبینیم که خانمایی که به همون زنگ میزنن و میگن مثال نمزد دارم و مسئله ازدواجمون جور نمیشه و آرزومندامون هستن که میخوان آرزوی این که لطف الهی رو، نور پروردگار رو برای تک به تک شما عزیزا که نازنینای من کفتراتون ظهر عاشورا به پرواز در میان، مطمئن باشیم برای برنامه علمی عبادی وقت میبره، عبادت میشه قبلش و با نور الهی ظهر عاشورا به پرواز در میان که قدرت خدای مهربان و انشاءالله هدیه کنم به شما. نازنینای من، گلای من، خطاتون رو بگیریم و بله خیلیاتون هستین برامون تماس میگیرین، زنگ میزنین راجبه آینه هایی که هدیه شده. بین خط گرفتن ها سعی میکنیم جوابتونم بدیم. نازنینا جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام. سلام. سلام برادرم، حال شما خوبی؟ سلام مینای عزیز و هفت استاد گرامی. عبادتاتون قبول. زنده باشی. عبادت میخواستم به نام مهدی، نام پدر مرتضی. از معجزه های قدرت پنهان آقای حسین عزیز که سرطان داشتن و دکترها گفتن من 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستن که به لطف خدای بزرگ و دعای حق استاد عزیز شفا پیدا کردن. عبادت برای چی میخوای برادرم؟ برکت دو شاهی مینای عزیز. خدای مهربون برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینا خانم. سلام خانمم، حال شما؟ زنده باشی عزیزم. جانم عباداتتون قبول باشه. الهی قبول حق باشه. الهی عزیزم، من از ایران عزیزم زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام وحید، نام مادر مظلومه. بله. اما معجزه ها بفرمایید. رویان و معنیست که دو خواهر بودن با سرمایه‌گذاری صاحب جنگ میشن، جنگ الماس و به یه قطعه الماس به قیمت 5 میلیون دلار به قدرت پنهان میدن که برای نیازمندان استفاده بشه. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای برکت گسایی میمزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. زنده باشی عزیزم. جانم بفرمه. جانم، جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام علیکم. سلام برادرم، حال شما خوبی؟ بفرمین. خوبت بینو خانم. من خوبم، لطف بفرمین شما سریع با ما صحبت کنین، منتظرن پشت خط. من از کشور عزیزمون ایران تماس میگیرم. بله، کشور عزیزم. یه عبادت خواستم. بله، برنامه رو چقدر میشناسی؟ بله، نام زهران و مادر فرمین. آقای محترم، خدا نگهدار، خدا حافظ. عزیزای من خواهش میکنم اگه برنامه رو نمیشناسین لطف بفرمین و نیاین رو ار. برادر عزیز زای سوال میکنم برنامه رو چقدر میشناسی؟ بازم حاضر نیستم بهمون گوش کنم. نازنینم عزیزم خواهش میکنم لطف بفرمین برنامه رو بشناسین، بدونین و خواسته هاتون رو از نور الهی بشناسین. عزیزم این برنامه همین نیست که شما بیاین اسمی بری ما بدین و بذارین و برین. نه عزیزم، این چنین نکنیم با همون. خیلی راحت میدونین قطعتون میکنیم و خیلی جالبه که من میگفتم با عرض معذرت قطعتون میکنیم، عزیزانی که اینجا با ما در تماسن میگفتن نه، اونا باید معذرت بخوان، به این دلیل که وقت دیگران رو میگیرن، به این دلیل که صبح تا شب داریم میگیم. اگر برنامه رو نمیشناسی خواهش میکنم نه یارو ار. و اگر عزیزی هستی که نازنینم خوابالویی و وقتی صحبت میکنی چند میلیون دارن این برنامه رو نگاه میکنن، داری انرژی بد بهشون میدی، عزیزم سعی کن رو ار نیای. اگه خوابالو هستی توی خونت سر و صداست، اگه نمیشناسی برنامه رو لطف بکنه رو برنامه رو ار نیا، ازت ممنون میشیم. به این دلیل که خیلی از بیننده های عزیزمون که چندین سال نازنینای من با برنامه آشنایی دارن، وقت گذاشتن،
عاشق برنامه هستن که ببینن نازنینم معجزه های نور الهی رو بشنفن و میبینیم که وقتی شما عزیزایین که هیچ اطلاعی ندارین میایین روی این برنامه وقت اونا رو در اصل میگیرین. انشاءالله که رعایت کنین و منصف باشین. منصف بودن خیلی خوب عزیزای من. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام علیکم. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم. زنده باشی شما و خیلی خوشحال عزیزم. زنده باشی عزیزم، بفرمایید. از کشور عزیزم ایران هستم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ مونا مادر فریده. خانمم قبلا انگار نمیدونستیم برای کی عبادت میخوای، نه؟ چرا؟ برای دخترم میخوام، منم مادرشم. بله. مونا؟ بله خانم، نوشتم. ولی از معجزه ها چی میدونی عزیزم؟ معجزه ها خانم مودا همسایه‌مون رو 15 سالش ازدواج کرده بود، بچه دار نشد بود. پارسال آشورا دعا کردم، نور الهی، لطف الهی، دو روز دیگه به دنیا میاد. بله، زنده باشی. عبادت برای چی میخوای؟ نه دیگه نازنینم، میدونم شما عبادت برای آرامش برای تمام ملت. چی خانمم؟ خیلی ممنون خانمم. برای تمام چی؟ برای ملت، برای همه خانمم. الان اینو اومدی برای چی میخوای خانمم؟ منو خواهش میکنم گیج نکش. خدا نگهدار. خدا حافظ عزیزم. ببخشید نمیشه. نمیشه عزیزم، عبادت نمیشه برات عزیزم. ببخش منو نازنینم عزیزم. عبادت برای تمام ملت که عزیزم، این عبادتی نیست که الان برای تمام ملت باشه. سعی کن برنامه رو بشناسی. خانم نگار رو میشناسی، خیلی خوبه. خیلی صد هزار مرتبه شکر. خبر داریم دو روز دیگه فرزندش به دنیا میاد با نور الهی، شکر خدای مهربان. خبر داریم که عزیزای من برای مدت طولانی حسرت داشت که صاحب فرزند بشه، این خیلی خوبه. ولی از همسایه‌ات که معجزه گرفته سعی نکن بیای سوء استفاده کنی و تو بدونی که هیچ اطلاعی داشته باشی بخوای عبادت بگیری، این هم قشنگ نیست عزیز. انشاءالله لااقل وقتی متوجه میشین در همسایگیتون، در فامیلتون میبینین که کسی از طریق نور الهی، از طریق قدرت پنهان عزیزم به گنجینه پیدا دسترسی پیدا کرده، صاحب فرزند شده، خدای نکرده زندانی داشته زندانیش آزاد شده، و یا اینکه خدای نکرده عزیزی رو داشته گوشی بیمارستان و شفای نور الهی شامل حالش شده، شما هم یه مدت بشینین نگاه کنین برنامه رو. درسته اونو میبینید که شفا گرفته نازنینم، ولی باز هم یه مقداری خودتون نگاه کنید، برنامه رو بشناسید، اون موقع بیاید رو اش. آقای عزیزی رو داریم در کشور عزیزمون ایران، بله، سرمایه گذاری کردن، به الماس دسترسی پیدا کردن، شکر خدای مهربان. نازنینم عزیزم به قدری خانوادش، آقای کیان، البته آقای بودن که سرمایه گذاری کردن، آقای کیان به ثروت الماس دسترسی پیدا کردن، شکر خدا، شکر پروردگار. بعد نازنین من، عزیز من، همسایه‌شون که در یک بیلدینگ، در یک آپارتمان منظور زندگی میکردن اومدن و من دوست کیان هستم و خب یه مقداری هم باید به من بپردازیم. قدرت پنهان چرا ماها رو فکر نکردی؟ ما برای مدت 10 سال همسایه بودیم. آخه عزیزم نازنینم چجوری به خودت حق میدی؟ البته هوا هم سرد، من یه مقدار صدام میگیره. عزیزم چجوری به خودت حق میدی که آقای کیان چون همسایه تو بوده تو حالا مجبوریم که به تو هم یه الماسی بدیم؟ عزیزم نازنینم ما الماس نداریم. وقتی شما سرمایه گذاری میکنین عبادت برای شما انجام میشه عزیزم نازنینم، و وسایل عبادتی که برای تو انجام میشه در سرمایه گذاری، یعنی اون وسایلی که تهیه میشه و برای شما عبادت میشه عزیزم، شما به الماس دسترس پیدا میکنین. قدرت پنهان که نازنینم الماس نداره عزیزم که بعدش هم تازه چرا ما رو دادگاهی میکنیم؟ به این دلیل که ما چون همسایت به دست آورده ما وظیفه داریم به تو هم یه الماسی بدیم. عزیزم نازنینم تلاش کرده همسایت، اگه برای سرمایه گذاری برای الماس اقدام کرده، شاید خونش رو فروخته، شاید آپارتمانش رو فروخته، شاید رفته از بانک وام گرفته، شاید هزار تا تلاش کرده عزیزم تا تونسته سرمایه گذاری کنه.
پس شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، تلاش کرده به دست آورده. از این که تو متوجه میشی از طریق قدرت پنهان به گنجینه دسترس پیدا میکنه، چرا با قدرت پنهان لج میشی عزیزم؟ قدرت پنهان اگر تو هم اطلاعات داشته باشی، اگه تو هم تلاش کنی، اگه تو هم قلب مهربونی داشته باشی، اینو مطمئن باشیم که بعد اینکه به الماس دسترس پیدا میکنی، میری کمک میکنی، نازنینم میری به کسانی که نیازمندن کمک میکنی، مطمئن باش برای تو هم این خونه درش برود باز. بس امیدوارم بعد این که به عزیزانتون در هم محلاتون، عزیزا به گنجینه ها، به شفاها دسترسی پیدا میکنن، نازنین من به این گناه از گردن قدرت پنهان نندازیم. قدرت پنهان فقط تونسته کاری که بکنه خدمت بکنه بهشون نازنینم، ولی انشاءالله که شما هم اگه علاقمند هستین، شما هم تلاش کن، مطمئن باش شما هم میتونی و قلب تو مهربون باشه رو به الهی، ایمانت قوی باشه، چشم برای شما هم هستیم نازنین. انشاءالله که متوجه شده باشین، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام. سلام عزیزم. سلام گلم، حال شما؟ عبادتاتون قبول؟ عبادت قبول باشه. مرسی، قبول حق باشه عزیزم. من کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ به نام پروانه. بله. نام پدر محمد. ام معجزه عزیزم. آقا سعید که ناراحتی قلبی داشتن و از ناراحتی قلبی رنج میبردن، به لطف الهی و دعای حق استاد عزیز شفا پیدا میکنن و به یکی از دوستانشون که جنون دارن کمک میکنن. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برکت تو شایی مینای عزیز. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگه دارم. مینای عزیز جانم. من که دست فرمیت و محبتشون رو برام بالا نگه دارم. چشم و زینم. چشم. خدا حافظ. خدا حافظ. زکات گذارم. خدا حافظ. خدا نگه. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام. سلام خانمم، حال شما خوبین؟ بفرمایید. یا قوت عبادتتون قبول باشه. قبول حق باشه عزیزم، مال شما هم همینطور عزیزم. از کشور عزیزم تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. امالبنتی، نام مادر معصومه. بله. از معجزه ها بفرمایید. بله، از معجزه ها خانم مرواری بودن که پسر به اسم حسن داشتن. این خانم 27 سال از پسرشون هیچ خبری نداشتن و قضیه این بوده که حسن آقا به خاطر خودشون 27 سال پیش از ایران خارج شدن و چه این 27 سال فقط دو بار با مادرشون تماس گرفتن و گفته بودن که با یه خانم استرالیایی ازدواج کردن. بله. که این 5 سال هم خانم به سفارتخانه‌های مختلفی سرزدن ولی ناامید میشدن، تا اینکه با برنامه قدرت پنهان آشنا شدن و از شما خواستن که مقابل سرکشی گردیه اینو آینه تهیه کردن و عبادت سه ساعته گرفتن. بعد متوجه شدن که متاسفانه پسرشون حسن آقا در خارج از کشور که اسم خودش رو جک گذاشته بود با خانمی که ازدواج کرده بود آلوده به مواد مخدر بوده و متاسفانه پسرش بیگناه و بیدلیل به مدت 26 سال و نیم در زندان به سر می‌برده. درسته. به خواست لطف خداوند و ارادت حق استاد عزیز این خانم گمشده‌اش رو پیدا کرد و به شکرانه پیدا شدن پسرش با کمک افراد دیگه آینه ای تهیه کردم و برای کسی که در شمال زندگی میکنن و به مدت طولانی در زندان به سر میبردن آینه ای تهیه کردم. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانم؟ برای برکت خوشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم. آقای عباس رو داریم در کشور عزیزمون ایران در بندر انزلی. نازنینای من، آقای یعقوب میفرماین که یه جایی هست مرداب بود و من هر وقت که میرفتم توی این مرداب صداهایی رو میشنفتم و توی این مرداب من مجبور بودم از مرداب رد شم به این دلیل که کاری که داشتم مجبور بودم، من در هفته یک بار مجبور بودم برم به این مرداب و از اونجا باید رد می شدم به جایی می رفتم. البته اینجور که برای ما عنوان میکنن نازنینای من، این موضوع البته مال 3 ماه پیشه و می فرماین که من تو این مرداب انگار کسانی رو می دیدم که منو دنبال می کردم و می خواستم منو اذیت کنن.
خیلی موقع‌ها شده بود که دیگه تا حتی موقع روزی که میشد من در هفته یک روز باید میرفتم اونجا، وقتی میخواستم برم از شب قبل استرس داشتم که من نرم باز اتفاقی برام نیفته، و تا حتی خانواده‌ام هم این مسئله رو متوجه میشدن، میگفتن که باسم میدونی مسئله فردا رفتنته، بسپر به خدای مهربان. نازنینای من وقتی با همون تماس گرفتن آقای عباس، وقتی هزینه آینه رو، اصولا آخرین آینه رو که خریداری میشه، ما اون موقع هزینه رو تا حدودی میدونیم، و وقتی براشون گفتیم گفتن امکان این نیست که من بتونم تهیه کنم، به این دلیل که توان مالی اونچنانی نداشتن نازنینای من. و این چنین میشه که آقای عباس میگن خب من میخوام برای کارت قدرت پنهانو داشته باشم، و بدون این که نازنینم عزیزم، بدون این که اصلا توقع داشته باشم مثال یک روزی بهشون کمک بشه، اومدن گفتم من امیدوارم به این دلیلی که میخوام به بچه خیابونی کمک کنم، به امید خدای مهربان، به امید لطف پروردگار، برای منم راهی باز میشه که من این وحشت از زندگیم بره بیرون، به این دلیلی که من مجبورم هفته یک بار از اونجا بگذرم. نازنینای من، گلوی من، آقای عباس این چنین شد که داشتن کارت قدرت پنهان برای کمک به بچه خیابونی، اون موقع فقط برای کمک به بچه خیابونی بود. نازنینای من، داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که اگه خاطرتون باشه، اگه بیننده ما بوده باشین، قبل از عید خودمون شروع شد نازنینای من کارت قدرت پنهان رو گرفتن، و برادر عزیزمون عباس این چنین شد که یه دونه از کسانی که گنجینه پیدا کرده بودن نازنینای من یه روز میان، و طبیعتاً اسما رو در مسجد یک سالونی هست که نازنینم تمام دیوارا یه دونه درخت درست شد، البته درخت نقاشی عرض کنم خدمتتون. بعد از این کارتا که هر کسی که جزء خانواده قدرت پنهان میشه از این کارتاشو یه دونه برای اون داده میشه، یه دونه چسبیده میشه به اون درختی که نقاشی شده رو درخت، بعد میشیم، یعنی منظور یک درخت هستیم هممون. چی هستیم نازنینای من؟ یک فامیل، به این معنا هستش. و عزیزای من، گلای من، یه دونه از عزیزانمون که صاحب گنجینه شدن میاد میگه من چشم میبندم انگشتم میذارم روی دونه از این کارت، البته کاری بودی که خودشون کردن به انتخاب خودشون، نه کسی بهشون گفته بود این کارو بکنین، نه درست برای آقای عباس نازنینم آینه میاد که اسمشون میاد که برادر گنجینه پیدا کردمون براش آینه میخره، آینه تهیه میکنه، و خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی در بندر انزلی آقای عباس، همون مرداب نازنین من، چه گنجینه بسیار بزرگی بوده که به دست آورده. حالا ما اجازه داریم به شما بگیم به این دلیل که آقای عباس از کشور خارج شده نازنینم، اگر نه چنین گنجینه رو وقتی اگر خارج نشده بود و گنجینه رو خارج نکرده بودن نازنینای من، گلای من، طبیعتا ما هم اجازه نداشتیم بگیم و سعی نمی‌کردیم اصلا عنوانش کنیم. با تمام اینا آقای عباس فرمودن برای کسی که در بندر انزلی زندگی میکنه، عزیزای من، گلای من، کسی که در بندر انزلی زندگی میکنه، فرمودن که خیلی ها هستن که خدای نکرده، البته بهشون میگن جن زده شدن، و خدای نکرده به مسئله جنون رسیدن، فرمودن که من با گنجینه‌ای که به دستم اومده سعی میکنم لااقل 47 تا این آدم ها رو معرفی کنم و شفاشو از نور الهی بگیرم، چون این عزیزا کسانی هن که نازنینای من بیشترشون از همون مرداب، از نزدیک اون مرداب رد شده بودن، و به زبان گیلکی قشنگ و زیبا گویا بهشون میگن که جن زده شدم، ولی نازنینای من، عزیزای من، دلیل این بود که بله اونجا مسئله بوده. و وقتی کنجکاوی، کسی که نازنینم نمیدونه، شما اگه مثال خیلیاتون هستی متاسفانه میبینیم که
میگید که ما رفتیم از این ماشینا خریدیم که گنجینه پیدا کنیم و هزینه ای رو پرداختیم و متاسفانه هیچی به دست نیاوردیم نازنینای من. و اینو متوجه باشین نازنینای من عزیز من، وقتی که با علم و عبادت، نه لازم دستگاه بخری، نه لازم جای رو بکنی، نه لازم خودت آزار بدی، نه لازمه که خدای نکرده خودتو به جنون بکشونی. و میبینیم که چند تا از این خانواده ها که متاسفانه به جنون رسیدن، نازنینای من شاید الان خیلی از شما عزیزا باشین که از بندر انزلی دارین ما رو نگاه میکنین و شاید هم خیلیاتون باشین، بدونین اصلا ببینین در همسایگیتون در فامیلاتون هستن کسانی که رفتن به این مرداب و متاسفانه به مرز جنون رسیدن. یا چند تا خانواده رو آقای عباس برای ما عنوان کردن که میفرمودن که بله چند تا از عروس دومادا در این مرداب نازنینای من تا حتی ناپدید شده بود. بس امیدوارم شما گلای من، شما عزیزای من، اطلاعاتی که آقای عباس برامون عنوان کردن، سعی میکنیم به شما عزیزا اطلاع رو حتما اطلاعات رو انتقال بدیم. و شما عزیزای من یک موقعی در یک جایی میری نازنینم احساس میکنی سنگینه، سعی کن نرو. اگر فکر میکنی خدایی نکرده بله من برم و میتونم گنجینه رو، نه خدایی نکرده متاسفانه دیوونت میکنن عزیزم، نمیتونی به دست بیاری، بس سعی نکن خودتو آزار بدی، زندگیتو به خطر بندازی، یا اینکه خدایی نکرده زندگی خانوادتو. عزیزم نازنینم وقتی خدایی نکرده تو سلامتی تو دست بدی، طبیعیه، خانوادتو کی میخواد کنترل کنه؟ کی میخواد خانوادتو نگهداری کنه ازشون؟ پس ازتون خواهش میکنم، آقای عباس اینو به ما گفتن، حتما عنوان کنم من سر این مسئله. و شما عزیزای من هر کدومتون از جایی که دارین میرین، حالا محل کارتونه، محل خونتونه، اصلا جایی که زندگی میکنین، سعی نکنید خودتون تلاش کنید. به این دلیل که نازنینای من خیلی ها هستن متاسفانه خودشون تلاش کردن، بله حالا بهانه شده به دلیل مارگزیدگی مردن، بهانه شده مثال همون موقعی که میخواستن به گنجینه دسترس پیدا کنن خدایی نکرده یه چیزی ریخته روشون، یا رفتن زمین رو کندن، یا خدایی نکرده خفه شدن. و ازتون خواهش میکنم، آقای عباس به ما گفتن که من اینو حتما توضیح بدم خدمتتون، انشاءالله که شما عزیزای منم گوش کنید. نازنینم عزیزم با نور الهی با لطف پروردگار از این طریق وقتی تو به گنجینه دسترسی پیدا میکنی، تو حتی لازم نیست تو از جایی به جای دیگه ای بری، تو تو خونت نشستی، زمانی که گنجینت به دستت میاد نازنینم عزیزم، اون موقع میگی من میخوام از کشور خارجش کنم، بدون اینکه به دید کسی بیاد در فرودگاه تو گنجینت رو خارج میکنی. انشاءالله با نور الهی به لطف پروردگار بله گنجینت رو میفروشی، دلت میخواد برگردی به کشور عزیزمون ایران، اون هم انتخابش با تو. امیدوارم که متوجه شده باشیم برای خودتون خدایی نکرده خطر ایجاد نکنید نازنینای من، سعی کنید وقتی گنجینه ای هم جایی هست خیلی حساب شده میشه به دست بیارین نازنینای من، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. و امیدوارم که آقای عباس هم بله لطف میکنن و این همه دارن هدیه میکنن برای کسانی که واقعا نیازمندن دستشون درد نکنه. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام برادرم، حالتون خوبه جانم؟ بسیار ممنون. مینا خانم حالتون خوبه؟ من خوبم شکر خدا، شما چطورین؟ بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام رامین، نام پدر سخاوت. ام معجزه ها بردارم؟ از معجزات قدرت پنهان حسین آقا از پاسدست که 15 سال احتیاط داشتم به لطف خدا و دعای حق استاد گرامی شفا پیدا کردن. بیتا خانم از شیراز که دکترم گفتم بستش ناقص به دنیا میاد، اما با تهیه آینه و درخواست عبادت 3 ساعته به لطف خدا و دعای حق استاد گرامی بچه‌شون سالم به دنیا آوردن. الهی شکر. عبادت برای چی میخوای؟ برای مشکل گشایی. مشکل گشایی؟ مشکل گشایی نداریم که برادرم، مشکل گشایی ما نداریم، خدا نگهدار. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الان سلام خواهیم نینا جان. بفرمین خانمم، حال شما چطوره؟ بفرمین جانم. زنده بشین قبول حق باشه. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای سهر فرزند صدیق. اما معجزه ها بفرمین عزیزم.
از معجزه‌های قدرت پنهان طرح خانم خواهر عزیزمون بودن که مدت 18 سال بود ازدواج کرده بودن و باردار نمی‌شدن. با تنیه آینه عبادت ستاعته استادان گرامی متوجه شدن که دختر خاله‌شون فریده خانم براشون جادو کرده بودن که با نور الهی و عبادت هفت استاد بزرگ و مهربان سایه فرزند سالم شدن. خدا رو شد. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای سلامتی آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارت. زنده باشی. خدا نگهدارت. خدا حافظ. جانم بفرمایید. با عرض سلام و احترام خدمت شما مینا خانم هم استاد گرامی. سپاسگزارم از لطفتون. حالتون خوبه؟ بفرمایید برادر. مرسی. عبادتتون قبول باشه. قبول حق باشه عزیزم. مال شما هم همینطور. جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. به نام محمد، نام مادر درخشنده. اما معجزه ها بفرمایید خواهش میکنم. بله، آقا سعید 8 ساله که تومار مغزی داشتم به لطف الهی و هفت استاد گرامی شفا گرفتم. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواید؟ سلامتی و آرامش مینایم. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدار. ممنون. زنده باشی. قربان شما. خدا نگهدار. زنده باشی عزیزم. خدا یارو نگهدارت. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینا. سلام گلم، حال شما خوبه؟ عزیزم سلام عرض می‌کنم. زنده باشی. کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ به نام اکرم نام پدرم ذبیح الله و از معجزه‌های قدرت پنهان از ترکمن صحرا آقای سلطانی عزیز که با تماس به قدرت پنهان اینطور عنوان کرده بودن که کاروانسرای بزرگی داشتن که از اجدادشون به ارث برده بودن که توی این کاروانسرا سرشده زیادی می اومده. بله. با تهیه آینه و درخواست عبادتی که ساعته میخواستن بدونن که این سرشده برای چیه و خوشبختانه به 900 میلیون دلار ثروت میرسن و عنوان میکنن که میخوان کمک بزرگی باشن برای خانمها و دخترهای قالیبافی که خیلیشون چشماشون و دستاشون رو از آسیب دیده که کمک باشن برای اونا و جهیزی این دستگاه رو فراهم کنن. مرسی عزیزم. شکر میکنیم خدای بزرگ و اساسی که نازنینم رو میمیرن. زنده باشی گلم. عبادت برای چی میخوای؟ عبادت برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش. خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه بده. شما چقدر هم بی انرژی نمشب خانم. عزیزم. خدا نگهدارتون. من عذرخواهی میکنم امروز سال برادرم بوده و تنها آرزوی که دارم اینه که بتونم آینه تهیه کنم. هیچ بار دیگه با روح خانمم. برادرم دست تماس باشم. خانمم روح شاد باشه. روح شاد باشه. انشاءالله که پروردگار گناهاشو ببخشه و روح شاد باشه نازنینم. ولی نازنینم این قشنگ نیست خواهرم، بذار اینو برات بگم. این قشنگ نیست. شما بیای روی ار چند میلیون عزیزای ما رو روحیشون خورد کنی. عذرخواهی میکنم. نه واقعا این خودخواهانه است خواهر من عزیز من. شما ببین بارها شد من خودم اومدم اینجا روی ار عزیزم نازنینم. ممکنه همیشه شما منو خوشحال میبینی ولی ممکنه روزهایی شد اومدم اینجا نازنینم که عزیزم مرده بود، عزیزی رو از دست داده بودم، ولی این اجازه رو به خودم نمیدم نازنینم انتقال بدم به بیننده ها. به این دلیلی که یه انسانی که ایمان داره به نور الهی به لطف پروردگار به خودش اجازه نمیده نازنینم دیگران رو ناراحت کنه و شما این مشکل تو بیننده های من نمیشناسن و شما این مشکل تو انتقال داری میدی به بیننده های من. خانمم این کارت اصلا عبادی نیست، این کارت اصلا قشنگ نیست. متاسفم عزیزم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام اینا خانم عزیزم. سلام عزیزم، حال شما خوبین؟ بفرمین جانم. حالتون زنده باشی. ایام تزاری شهادت امام حسین رو به شما تسلیم می‌کنم. زنده باشی. شهادتتون رو قبول کنم. فداتون بشم. زنده باشی عزیزم. بفرمی. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ عبادت می‌خواستم برای مادر میخواستم برای مسیح نام مادر رو قیه. بله. اما معجزه ها خانم از معجزه های قدرت پنهان به قیه خانم بودن از جنجان که میگن تو خونه سر صداهای زیادی رو میشنیدن همینطور که فریاد های شدیدی هم میگرفتن حتی به چشماشون میزن با فرستادن خواست و عبادت های استادان عزیز و داخته خونه چون به گفته خود چون که کمتر هم به این داخته رسیدی میکردن هم فرمشونه این چون که میگم پر از آشپانم بوده
اینگاه که چیزی میدرخشیده و گردامنی به دست آوردن به مبلغ 5 میلیون دلار. ممنونم عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانما؟ برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی به همون هدیه کنه، بهت هدیه کنه عزیزم. خدایا رو نگه دارت عزیزای من. نازنینای من، گلای من، من درباره یه مسئله عنوان کنم که عزیزای من، بله خانمی رو داشتیم به اسم اکرم اومد، بله گریه و ناراحتی سال برادرشه. راستی نازنینای من، برنامه علمی عبادی داره تلاش میکنه که این چنین نباشیم که قصه پرست باشیم. هممون درد داریم، اینی که دردتونو دونه به دونتون انسان احساس میکنه، ولی سعی نکنیم به دیگران انتقال بدیم. متاسفانه ملت عزیز من، نازنینای من، ملتی هستن که بسیار از نظر روحی متاسفانه میبینیم که خوشحالی رو کمتر میتونن عنوان کنن. و این برنامه علمی عبادی داره تلاش میکنه گریه نخواهیم دیگرانم با ما گریه کنن، نخواهیم تلاش کنیم که وقتی ما قصه داریم بیاین تمام آدم ها بیاین برای ما قصه بخوریم. نه نازنینم، وقتی ما قصه داریم با خدای خودمون، با پروردگارمون میشینیم در خلوت صحبت میکنیم، خودمون خالی میکنیم و سعی میکنیم روحیه دیگران رو خدای نکرده خراب نکنیم، چون ما این اجازه رو نداریم. نازنینای من، بیاییم و دیگران رو گریه بندازیم. چرا نازنینم؟ چرا عزیزم؟ پروردگار مهربان خنده و خوشحالی را هم برای ما داده و قانع بودن و وقتی مثال نازنینم، انسان باید به این شکر کنه. بله مثال خدای نکرده کسی را از دست میدی، اگر بر اثر تلسم به اصطلاح ندونم کاری کردیم، متاسفانه به این شرایط افتاده، حالا از این به بعد سعی میکنیم بقیه خدای نکرده براشون اتفاق نیفته. اگه نازنینم خدای مهربان عمرش تموم شده بردستش، سپاسگزار میشیم ازش، میگیم سپاس بی پایان از نورت پروردگارم که به ما این لیاقت رو دادی مثال برای این مدت کنارمون باشه. عزیزای من، گلای من، بس امیدوارم این چنین نباشین، نیاین رو برنامه ما بخواین گریه کنین. نه نازنینم، آخه تو تنها نیستی که من بگم اگه در خلوت باشی بغلت میکنم میبوسمت عزیزم، ولی چند میلیون ملت منو داری روحیهشونو ساعت 10 شب گذشته نازنینم، ملت منو داری روحیهشونو میخوای خورد کنی؟ اصلا نیا رو ایر من، خواهش میکنم. انشاءالله این چنین باشه که سعی کنیم ملتمونو، عزیزای من، روحیهشونو انشاءالله با نور الهی قوی کنیم، به این دلیلی که پروردگار خدای مهربان به ما این چنین میخواد که همیشه ما خوشحال باشیم، همیشه قانع باشیم. بله میبینیم فرزندانمون به دنیا میان، پروردگار میبردشون، همسرمون دوستش داریم میبردش نازنینم، پدر و مادر میبره نازنینم، خودمونم یه روزی میریم. بس امیدوارم این گریه و غممونو از دید استادا، نازنینای من، میگن این نوع حرکت ها اعتراض کردن به لطف خدای مهربانه. امیدوارم که این چنین نباشه. ما انسان ها وظیفه داریم نازنینم، اگر خطری در زندگیمون هست وظیفه داریم سعی کنیم خطر رو از زندگی برای خودمون، برای خانوادمون، برای هموطنامون، برای تمام ملت دنیا سعی کنیم خطر رو دور کنیم. ولی نازنینم وقتی تموم شده دیگه اعتراض سعی کن نکنی. اگه میخوای با روحش در ارتباط باشی این قشنگه. اگه فکر میکنی خدای نکرده مرموز قتله، اگه در نظر بگیرین چقدر عزیزانمون اومدن خواستن با روح عزیزانشون در ارتباط باشن، وقتی متوجه شدن نازنینای من قاتلای اونا پیدا شده. بس امیدوارم هیچ وقت سعی نکنیم دیگران رو به گریه بندازیم، سعی کنیم دیگران رو خوشحال کنیم، سعی نکنیم روحیه دیگران رو خرد کنیم، سعی کنیم عادتشون بدیم که انشاءالله با مشکلاتم دست و پنجه نرم کنم. و قدرت خدا رو وقتی قبول داری عزیزم اعتراض کمتر انسان میکنه. خطی بگیریم با شما باشیم. و من متاسفم برای خانومی که اومدن مثل بچه های 5 ساله این کارو کردن. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
سلام خدمت مینا جان. سلام برادرم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. عبادت قبول باشه. عبادت های شما هم قبول باشه برادر. کشور عزیزم ایران. بله. آره ملیه نام مادر، نام مادر آهو. ام معجزه ها؟ از معجزه های قدرت پنهان آقای علمداری عزیز که اتفاق نخوا بودن به لطف پروردگار عزیز عبادت استساعتی هم استاد گرانقدر شفا پیدا کرد. عبادت برای چی میخوای برادرم؟ عبادت برای سلامتی آرامش، سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارت. میادن دست گرامی فرمیرت برام بالا میبرید. چشم، خدا حافظتون برادر. چشم، خدا حافظ. زنده بشین. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون هدیه کنه عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام عزیزم. سلام برادرم، حال خوبی؟ الحمدلله ممنونم عزیزم. درستی برنامه قدرت پنهان هست؟ بله بله عزیز. اولی با رفتی مرزی ها باید نیستن چند شد یه برنامه تونه دارن نگاه میکنم. من الان 8 سال متر شدم برادر. نه متاسفانه برادر اصلا گوش شنوایی نداره متاسفانه. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ شبتون بخیر. زنده بشه عزیزم. از کجا زنگ میزنی؟ تئاتر باهاتون قبول بشه. زنده بشه عزیزم. از کشور عزیزم ایران تماس. کشور عزیزم ایران. اولین بار این برنامه رو نگاه میکنی عزیز؟ نه. چون میگی شبتون بخیر، چون من همیشه میگم که روزمونه، وقتی من میام رو ار روز ماست و شب شماست. بله. شنیدی من چی گفتم خانم؟ بله بله صداتون میاد. متوجه شدم. بله. متوجه شدین حتما. خب بفرمایین. اما عبادت ها لطف بفرمایین بگی. بله خواهش میکنم. عبادت میخواستم برای زهرا نام مادر فردین. بله. اما معجزه ها بفرمایین. بله. مریم خانم 17 ساله که از بیماری سرطان رنج می بردن به لطف خدای بزرگ و حفظ استاد بزرگ شفا پیدا کرده. بله. عبادت برای چی میخوای؟ چند وقت این برنامه رو نگاه میکنی خانمم؟ یک هفته است. آره همه معلوم عزیزم. معلوم عزیزم. معلومه. منو ببخش. من اجازه ندارم برای تو عبادت بنویسم عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام علیکم. سلام برادر، حال شما خوبین؟ بفرمایید. احوال شما؟ ممنونم برادر، مرسی. بفرمایید. من عبادت می‌خواستم. بله، برنامه رو چند وقت می‌دونی؟ برنامه رو حدوداً 2 ماه. بله، 2 ماه می‌بینی. نه خانم، 2 ماه. بله. پدر عزیز، یه مدت برنامه رو نگاه کن بیا رو ار، خواهش می‌کنم. ببخش منو. خدا یارو نگهدارتون. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. سلام علیکم. سلام عزیزم، حال شما خوبی خانمم؟ بفرمایید. سلامت باشید. زنده باشید. عبادتی شما هم قبول. الهی قبول حق باشه مال هممون نازنینم. جونم ان شاء الله. از کشور عزیزم ایران تماس. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخوام به نام فاطمه. بله. نام پدر سید فضل‌الله. ام معجزه ها خانمم؟ بله، از معجزه های قدرت پنهان. برادرمون آقا مصطفی که مشندل بودم به لطف خدا و به لطف خداوند بزرگ و دعای استادان عزیزمان که شفا گرفتم. خواهر خودمان مادر عزیز بودن از کشور انگلستان فلج بودن که به لطف نور الهی و 7 استاد عزیز و نازنین شفا گرفتم. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواهم؟ برای برکت بشنید. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. سرما خوردین؟ شما هم سرما خوردین؟ انشالله که حالتون خوب بشه. خواهش عزیزم. خواهش خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. عزیز من، گل من، انشالله که خوب بشی، ولی ازتون خواهش میکنم خدا را قسم نخور. انشالله که این قسم خوردن از دهناتون بیفته نازنینای من. باز هم داریم البته خیلی از عزیزانمون، چند میلیون عزیزانمون برامون نامه فرستادن، تلفن کردن، ایمیل زدن بهمون و قدردانی کردن از اینکه میگن ما قسم خوردن رو کلا فراموش کردیم، دیگه قسم نمیخوریم. به این دلیل که نازنینم اسم خدای مهربان و مقدسات اماما پیامبرا نازنینای من برای اینه که ستایششون کنیم، برای اینه که بگیم دوستتون داریم و از قدرتاتون، از
گذشتاتون، از ایثارایی که برامون کردین ممنونیم از لطفتون نازنینای من، از پیامبر و از امام. و نازنینای من از اینکه خدا اینه کرده اسمشو قسم علکی بخوریم نکنید، تا حتی نازنینای من قسم واقعی هم سعی کنید نخورید. همیشه نازنینم عزیزم وقتی حرکتی خودت میکنی که میدونی درسته، میدونی خدای نکرده دروغ نمیگی، میدونی انشاءالله با لطف خدای مهربان این اجازه رو نمیدی که بخوای اصلا دروغ به زبونت بیاد، بس دیگران باورت میکنن یا نمیکنن اصلا اهمیت نده، حرفتو بزن. وقتی حرفتو بزنی نازنینم مطمئن باش اگر دروغ بخوای بگی، چند تا قسم هم بذاری روش، مطمئن باش اگه شخص خودش انسان با ایمانی باشه قبولت نمیکنه، چون میگه که برای حرف زدنش داره قسم میخوره. و اسم خدای مهربان و پیامبرای عزیزمون رو به زبون میاره فقط به خاطر اینکه میخواد دیگران باورش کنن. نه نازنینای من، ازتون خواهش میکنم قسم خوردن رو به بچه ها بهشون بگین نه، انجام ندن. خیلی موقع ها عزیزانمون میدیدیم که نازنینای من تو کنفرانس ها، حالا در دبی، در ترکیه که از کشور عزیزم ایران نزدیکتره می آمدن، میدیم بچه ها سر چیزای کوچولو نازنینم، سر چیزایی که اصلا ارزش ندارن قسم میخورن و قسم خوردن متاسفانه خیلی عادیه براشون. اصلا پدر مادر اعتراضی نمی کنن که بچه من، عزیز من، نور چشم من قسم نخور. و مقدسات رو یاد بدیم که بچه هامون عاشقش باشن آنسانه، انشاءالله که این چنین باشه. و بازم از خانواده هایی که برامون تماس میگیرن و میگن از این که ما قسم خوردن رو فراموش کردیم و خانواده چقدر راحت تر دارن زندگی میکنن، قدردانی میکنن، ما هم میگیم سپاسگزاریم از لطفتون که متوجه میشیم. انشاءالله که موفق و معین باشین، تک به تکتون خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم. بله مسجدم یه عالمه نوشته گذاشته، ما رو به رو براتون بخونیم. جانم بفرمی، سلام عرض کردم. جانم بفرمی. بله بفرمی. جانم بفرمایید، سلام عرض کردم. خسته نباشید. مرسی برادر، بفرمایید. جانم بفرمایید. سلام مینا جان. سلام خانمم، حال شما خوبین؟ بفرمایید. سلام به شما و عرض استاد بگرامی. زنده بشه. از کشور بلژیم تماس میگیرم. بله، از کشور؟ بلژیم. آه، بله. شما؟ عبادت میخوام به اسم راجا نام مادر روزا. معجزه ها بفرمایید خانمم. آقا شریف سرطان خون داشتن. بله. بلا تو خداوند و عبادت عقص استاد گرامی نور هلایی شفا یافتید. از بلژیک صحبت میکنی درسته خانمم؟ بله بله. 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 مرسی. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ سلامتی و برکت بشایی مینا. خانمم یه دونه شما میتونی عبادت بگیری. چند وقت این برنامه رو نگاه میکنی عزیزم؟ برکت بشایی مینا جان. خانمم برنامه رو چند وقت نگاه میکنی؟ بسیار وقت از مینا جان. سلامتی آرامش میگیم، سلامتی خانمم. برکت بشایی خانمم. نه اجازه بدیم من ببخشین عبادت براتون انجام نمیشه نازنینم. اگه خیلی وقت برنامه رو نگاه میکنی چطور؟ دوتا عبادت رو با هم میگی نازنینم. بس نمی نگاه نمی کنی عزیزم، تک توک نگاه میکنی. در بلژیک نه خانمم نمیشه، ببخش منو نمیشه عزیزم، خدا نگهدار. بله از زمانی که میبینیم که نور الهی لطف پروردگار توی بلژیک چند فقره عزیزای من، عزیزانمون که به شفای نور الهی دسترسی پیدا کردن، مثل آقای منصور نازنینای من که آقای منصور باسم تلاش کرد و دوست دیگه ای رو نازنینم از طریق اینکه تونستن آینه بذارن رو هم، هزینه بذارن برای آینه و عزیز دیگه ای رو شفا نور الهی براش گرفته شده بود. از بلژیک حالا خیلی از عزیزا هستن که برامون بدون اطلاعات زنگ میزنن و میخوان. نازنینم عزیزم اگه تو برنامه رو بشناسی امیدوارم اینو متوجه بشی، وقتی میای رو ار میدونی عبادت برای چی میخوای. اصلا سعی نمی کنی که
اصرار نازنینم در برنامه علم عبادی اصلا فایده نداره. سعی کنیم که با نور الهی با لطف پروردگارم انشاءالله عاشقانه برنامه رو نگاه کنیم و خواسته هامون هم بشناسیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. عزیز سلام و ادب. سلام خانمم، حال شما خوبی؟ زنده باشید. خدمت شما و عزیز عزیز و بزرگوارم. زنده باشید عزیزم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخوام برای زهره مادر طلوع. بله. و از معجزه های قدرت پنهان ماهرخ عزیز که خودشون ازدواج نکرده بودن، برای خواهر عزیزشون پروین تصمیم میگیرن که آینه تهیه کنن و براشون بختگشایی کنن که با لطف الهی و عبادت های هفت استاد نازنینم هر دو خواهر با هم بختگشا میشن و ماهرخ عزیز با یه پزشک و خواهرشون پروین عزیز با یه آقایی که شغل آزاد و خوبی دارن ازدواج میکنن که در عروسیشون هم شما هم چند دقیقه شرکت داشتید و آنها در عروسیشون سجده شکر به جا آوردن و یادمه که روی ارم شما اعلام فرمودید که این دو عروس نازنین با اتاق فرمان تماس گرفتند و از اساتید بزرگوارم هدیه خواستند و اون هدیه درخواست عبادت و نماز گروهی برای دریاچه رضایی بود که به لطف خدای بزرگ اساتید به نازنین عبادت انجام شد. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانم؟ سلامتی و آرامش می نجات. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدایا رو نگهدارتون. زنده باشی عزیزم. بله. دست پر مهرت هم برامون بالا می بره. برامون نه خانم. برامون نه. برام. بله برام. بله. مرسی عزیزم. بله. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار عزیزم. خدای مهربان سلامتی آرامش رو هدیه کنه بهتون عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. عزیز من، گل من، امیدوارم که شما عزیزای من، وقتی میگیم برامون یعنی تمام خانواده، وقتی میگیم برامون یعنی انگار که شما اومدین یه دونه اسم به ما میدین. نازنینای من، عبادت ها همه چیش عزیزای من، گلای من حساب شده است. وقتی عبادت داره انجام میشه اسم اون شخصی رو که شما اعلام میکنی براتون نوشته میشه و اسمون آخر عبادت اسمون شخص عزیزای من عنوان میشه. عبادت این چنین به پایان میرسه. بس امیدوارم شما عزیزای من وقتی میایتون بعضیاتون خیلی شلوغ میکنید. نازنینای من واقعا استادای عزیز خیلی ساده به من عنوان کردن که لطف بفرمین اینو رو ار عنوان کن که انقدر شلوغ نکنید بعضیاتون رو ار. نازنینای من نیاین که راجب عبادت ها چیزی نمیدونی عبادت. و یه مسئله دیگه که از تو من خواهش میکنم که وقتی میاین رو ار اگه نازنینم سادات هستی نمیخواد بگی مثال سید و اسمو بگی. به این دلیل که اون موقع که دارن عبادت میکنن نازنین من عزیز من اون اسمم که وقتی سیدش هم میخوان بگن براشون تلفظ کردن مسئله است و امیدوارم که این چنین باشه که جزو اسم نیست. نازنینم ما سادات هستیم ولی مثال منو وقتی بخوان برام عبادت کنن نمیگن مینا سادات. مینا میگن نازنینم. بس امیدوارم مسئله رو خیلی از اینی که سادات هستین خب انشاءالله که اجرتون با خدای مهربان باشه. ولی این چنین هم نباشه که خدای نکرده از اینی که سادات هستیم احساس کنیم به دیگران برتر هستیم. این چنین هم نباشه. هممونو پروردگار آفریده و خدای مهربان و سپاسگزاریم ازش و انشاءالله افتاده تر باشیم. انشاءالله پیش نور الهی یه کاری نکنیم که خودمون بگیم متاسفانه این اشتباه تو زندگی داشتیم. راجب سرمایه گذاری الماس خیلیاتون سوال کردید. نازنینای من، من بعد این که البته برم یه چایی بخورم برگردم حتما عنوان این کارم براتون عنوان کنم. الان اطلاع بدین، اجازه بدین چند تا از اطلاعی مسجد رو بخونیم. عزیزایی که میخوان براشون کفتر در روز عاشورا، ظهر عاشورا براشون به پرواز درات. نازنینم نیت هایی که میکنید چه موقعی میتونید به ما زنگ بزنید؟ نازنین من وقتم طبیعتا میدونید که خیلی کمه
میتونید بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح به وقت کشور عزیزم ایران و 5 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر به وقت کشور عزیزم ایران میتونی بهمون زنگ بزنی. امیدوارم یه موقعی زنگ نزنی نازنینم، بگیم دیگه ظرفیتمون کامل شده و اینو تنها شانسی که دارین فقط برای عزیزانیه که در کشور عزیزم ایران زندگی میکنن. یعنی سعی کردیم به خاطر اینکه محدود بود مسئله کفترا، سعی کردیم فقط بذاریم برای ایران این سهمیه رو نازنینای من، به این دلیل که انشاءالله کنار ما هستن زهره عاشورا، انشاءالله که حاجتاشون رو از نور الهی بخوان بگیرن. درباره مهره معجزه سوال کردید نازنینای من، که مهره معجزه عزیزای من گلای من الان در حال حاضر نداریم، ولی برای 3 هفته بعد عبادتاش تموم میشه داریم. و شما عزیزای من اگر مهره معجزه میخوای الان میتونی همون بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح، بین 5 بعد از ظهر تا 8 شب میتونی بهمون زنگ بزنی، جزو نوبت باشی و بعد این خزینه‌شو میدی انشاءالله بعد 3 هفته میتونه به دستت برسه. و راجب گندمای عبادت شده سوال میکنید نازنینای من گلای من، گندم عبادت شده فقط گندم عبادت شده نیست، اینها از خدای مهربان انشاءالله برکت تو زندگیاتون میاد و البته نمیتونید انتظار داشته باشین که بلا فاصله. یه مسئله دیگر هم ازتون خواهش میکنم، شما عزیزانی که گندم عبادت شده رو میخواین، ازتون خواهش میکنم گندم عبادت شده تون رو سعی نکنید به کسی نشون بدید نازنینم، به این دلیل که اون برکت فقط برای شماست. باز هم جای این هستش که از عزیزانمون که از 2 خلبانی که به ما کمک میکنن، یکیشون از ایران به دبی، یکیشون از دبی به اینجا، برای ما نشونه های عجله‌ای شما رو میارن و مهره معجزه رو به دستتون میرسونن. در این ماه مقدس جای این هستش که بگیم سپاسگزاریم از لطفتون، از اینکه کمک به هم نوع خودمون انجام میدید. نازنینای من با اجازتون برم، مثل که در مسجدم با من با تلفن کاری دارن، یه چند کلمی با اونا صحبت کنم، برگردم بیام در خدمت شما. ان شاءالله چایم هم همینجا میارم میخورم، البته آب نه چای. با اجازتون.